خوره خدا بسیار زیاد دوست داشتین جیرسه و یک قسمت ریکاردینگش بیشم هست که ما در اسلام آباد برش گفتیم که انجینرسه به این دختره که خود در خورده تا همین نگینه ما عاشقش هستم تا همین دخترهای تا برای ما بتی که کتیمه برن تو برو یک زن دیگه بگی زندگی رو برای تا سر بساز و گفت که تا وقتی که ما زنده هستم اینا را از خود جدا نمی کنم چون نشانی مادرش هستم و باز که من نبودم بریا گفتیم که من نبودم پیش اما کبرایتان برین و به غیر از پیش تو میرن و یک موضوع آخری که باید برتون اضافه بکنم ایست که خود همی آروسی انجینیر سیب عثمان خان هم یک حادثه سیاسی بود در حقیقت به این معنا که انجینیر سیب 49 ساله بود که زن گرفت تبریک میگم. تبریک باشه. موفقیت طول عمر باشه. دوران ببرک هر دوی ما زندانی شدیم. یکی از ایرادایی که نظام حاکم سریع داشتن میگفتن که تو خود وقف سیاست کردی چرا زن نمیگیری؟ و ای گفت که سر این موضوع تالی فکر نکده بودم لیکن بعد از این فکر میکنم بازم بود که از زندان که بر آمد در فکری افتاد که زن بگیره و خوشبختانه تالی من بود زن بسیار خوب پیدا کرد و این پدری ها سه تا زن داشت و وقتی که انجینیر صاحب آروسی کرده بود در تایمنی در خانه خود یک گلخانگک داشت من از بیرون آمدم که عرصه مادری اموجا ششتن غرابه کرده و سر خانم انجینیر من صدا کردم که گلاله بچیم بیا که ما تو دست به گردن پرتیم و گریه کنیم او گفت خدا گریه را دور داشته باشه چرا گریه کنیم گفتم بچیم دیگه مردم یک خوشو دارن که تیش جور نمی آین ما تو سه تا داری بر سه شام نقد و تیار آمده است نگی نگی بسیار من دیده بودم گلاله جان زن بسیار زیبا خوش برخورد واقعا بسیار صمیمی بودن و تا امروز به حساب هم گلاله مثلا برادر گلاله در فرانسه است وقت دو تا خورایش در فرانسه است در خانم برادرش و یک خورش در امریکاست ما کتی اونا امو رابطه صمیمانه ای را که گلاله به وجود آورده بود انوز داریم ما یک فامیل بسیار کلان بودیم دیگه یک نفر و یک سه کاکا و پدر ما و کلگی یک زن و دو زن و سه زن داشتن نمی فامیلیم که که مادر ما از کلگی را یک چیز می گفتیم اون از بچه ها و بیدران کلان بودن دیگه ما هم چوچه هم یاد می آید کم کم دیگه اون هم اوچه ساتیری می کردیم و یک باغ بسیار کلان بود روز که می شد اوچه می رفتیم دیگه دختر و بچه هم بیدر کلان و خدا بخشه او یک چیزا جور می کرد از گل ما هم دیگه او را یاد بگرفتیم سیل بکردیم خیال با که دیگه خوب چیز است در درخت ها بالا میشه یه نمی کارا بود دیگه نه او وقت چیز نبود مکتب نبود مکتب دخترانه نبود همه ما بسیار لایق قدیمیم بود مگم خوب بچه بود که چطور صاحب سواد سواد داشت دیگه خوب بر چیز او درس میداد به ما تا که مکتب دخترام شد باز به اوچه رفتم انجینیر صاحب هم دیگه بسیار لایق هم بود او هم از مزار شریف چیز کلا شد دیگه نه بچه بوده تا صنف نو نو بود اول نمره بود از صنف چار و از صنف نوی متوسطه باختر اول نمره فارغ شد و باز خودش به ابتکار خود آمد در کابل در مکتب عبیدیه که این قسم فنور در
و برای با صنف ده ادبیه شامل شد. بسیار خوب، بسیار لایق بود دیگه. اونا باز چه درس خواند و روابطشان چطور بود با خانواده؟ یک قد دوست داشتن کلگی ما. مادر رو اید بالم نمیشد، یه تو دوست داشتن کلگی ما چه خبر آلی خود تو نیست وقتا. وقتی که بازی سنو می آمدیم دیگه از ترس از اینکه او را بندی نکنن یک خانه گرفته بودیم، جدا خود کرده بودیم که نفهمن که از اینجا رفتن. باز بودم اونجا دیگه با باد زخو باز رفتم خانه ایره مشکل. درست برای تانی یک ذره نگفت این رقم بود که ما در مخانه تایمنی انجنیر با هم یک جای بودیم. و این قصهش این رقم است که ما در خیرخانه یک خانه داشتم، خانه کرایی، که این خانه امی تایمنی خود خریده بود. این مریض شده بود، یک سه چهار روز مریض بود و ما از این غافل مانده بودیم. این خانه ما نامده بودم چهار روزی که مریض بود. ما رفتم که خبرش بگیرم که این مریض است. گفتم چطور نامدی درکت نشد، ما پریشان شدیم. گفت چه فایده که بیایم؟ گفتم چرا؟ گفت که این خانه را من خریدیم، تو یک روز پرسان کردی که خانه تو در کجاست، ما میخواییم ببینیم. و ما برش گفتم که انجنیر صاحب ما تو سر مال و دارایی که یکی دیگه دوستی نکردیم، من که خانه تو چه کار دارم؟ گفت من این خانه را به این امید خریده بودم که این شما ممیج بیاین که تیما باشین، این از کرای خانه و گپان بیغم میشین و با هم زندگی میکنیم، یکی از دیگه خبر میباشین. گفتم تو کس ما میاییم؟ باز آمدیم در تایمنی با هم یک جای بودیم، لیکن امو آریان که گفتم ایده فاکولته تپ بود، ایره بورس داده بودن که برای 7 سال روسیه برای درس بخونه. و ما گفتیم ایره اگر روسیه روان کردن ما را برای 7 سالی جه گروگان میگیرن. بنابراین ایره گفتم که بچیم ما میریم، ما کوشش میکنم که تو را برای تبابت انگلستان روان کنم. اینالی از او خانه اگر ما میبرامدیم، چون که تی انجنیر صاحب در یک خانه بودیم، انجنیر صاحب دولت قایم میگرفت که ای خوب از خانه تو برآمد، تو چطور خبر نشدی؟ بنابراین او رکتیش کش میکدن و ما مجبور بودیم انجنیر صاحب گفتم که دیگه راه نیست، ما یک خانه کرایی میگیرم، ما تو نشان میتونم که ما تو خفه شدیم، گذران کده با هم نتانستیم، ما برآمدم دیگه خانه گرفتم، باز از اون خانه دیگه ما میریم. باز هم تو کدیم که یک خانه دیگه گرفتیم، یک 6 ماه دو خانه دیگه بودیم، باز از اون خانه ما حرکت کدیم طرف پشاور آمدیم و به حال خود ماند. و یش دیگه مردم هم همین زینیت بود که ما به حساب یکی از دیگه خفه شدیم و بر آمدیم. اینی رقم هست. چقدر مشکلات دوشم بوده واسم دیگه من خود رای دارم میفهمتیم. حتی بسیار تصمیم خورد زندگی خود آدم یاد. زندگی شخصی خدا نمیتونم زندگی بیدیم. و رفتن همیشه باید مخفیانه میبود. هم میگردیم باز به سوالایی که پیشتر شما صحبت داشتیم، بر من سوال خلق شد که نقش استاد جریان دموکراتیک نمید به نظر شما چند؟ شما در مجموع استاد چگونه قضاوت میکنید؟ نقششان چی بود؟ تا چه حد مؤثر واقع شده بودن برامی جریان؟ خب، مسئله سری ایست که اول خب پیش از انجینیر صاحب عثمان خان جریان دموکراتیک نوین هیچ وجود نداشت. و دومش وقتی که دولت اجازه داد که دکتر رحیم خان مامودی اخبار شعله جاوید بکشه، مسئله سری بود که اخبار چه قسم کشیده شود. انجنیر صاحب نقشش امی بود که میگفت که ما باید نشان بدیم که اخبار شعله جاوید یک اخبار عادی نیست.
ما اخباری میکشیم که مثل دیگه اخبارا دوامدار نباشه. به اصطلاح مثل یک بمی که منفجر میشه، یک دفعه منفجر شد و مردم متوجه بسازه که ایمی جریان ناشر اندیشه های دموکراتیک نوین. اینمی ابتکار انجینیر سب بود، گفت مردم از خود پرسان میکنه که دموکراتیک نوینش چیست؟ و خود همی ایجاد کنجکاوی راجع به اخبار کار سازماندهی را آسان میکنه، این یکی. و دوم هم تحلیلی که انجینیر سب از جامعه افغانستان داشت که ایره یک جامعه نیمه فیودالی یا نیمه ملاکی و نیمه سرمایداری و دم تحلیل خود نوشته کده بود، اونمو تحلیل ختمشی اساسی شده جاوید قرار گرفت و همو تحلیلی که بود کده بود. و مسئله سیومش هم ایست که همو رقمی که او پیشبینی میکد متصل با برآمدن اخبار مظاهرات شاگردها شروع شد و انجینیر صاحب همیشه در این مظاهرات حضور داشت و صحبت میکرد و تا وقتی که شماره 11 شوری جاوید توقیف شد و کل کسایش زندانی شدند. اما ای که مسئله نقش سازمان جوانان مترقی در اینجا چی بود؟ اونا باید جواب بتن، چون او را ما و انجینیر خبر نداریم. نه او خبر داره، نه ما خبر دارم. نقش استاد در سازمان تبیز که شما؟ اینوری خب من نقش استاد گفتم نه، لیکن پسان ادعای رقم شد که یه اخبار یک اخبار سازمانی بود. یعنی یک سازمان به نام سازمان جوانان مترقی وجود داشت که این اخبار کشیده بود. در اینجا چند مشکل اساسی پیدا میشه. یک، آیا رحیم خان مامودی که صاحب امتیاز و مدیر مسئول اخبار بود عضو این سازمان جوانان مترقی بود؟ ما میگیم نبود، خاطر که هیچ چیز راجع به او نمیفهمید. از شما جریده شوری جاوید رب نمیتین، یعنی نمیبینین؟ ما که تو سازمان رب نمیتین و او سازمان پیش ما وجود خارجی چی نداشت، او فقط بعدها ادعا شد. به خاطر فشاری که ما آوردیم که شما چی رقم میکنین، اینا نشان دادن که مارکسیسم علنی رو برای که توجیه کنن گفتن که پشت سر همی مظاهرات سازمان ما وجود داره، یعنی ما این کارا را میکنیم. اینالی انجینیر صاحب بسیار آدم یکدنده و ترد بود و برای قاسم واهب، خدا مغفرت کنیش، و سید کاظم دادگر گفت اگه این اخبار یک اخبار سازمانی بود و شما ما دو نفر در مرکزتان آوردین برای سازمانتان خیانت کردین، شما خواهین هستین ما که تیتان هیچ گپ ندارم. حتی سر من انتقاد کرد که تو چرا که تیا گپ میزنی و جربست میکنی و گپا. و ما برش گفتم که اینا میگن که سازمان داریم و میخواهیم که برنامه سازمانشان رو ببینم، اساسنامه‌ش رو ببینم، و اینا میگن که ما او رو در زندان آورده نمیتونیم و ما نمیتونیم که سازمان بی برنامه و بی اساسنامه رو بپذیرم. دیگه از او خاطر ما گپ ما ایست که شوره جاویده که یک اعتقاد کتیش عرضه کده این جنر اسمان بود، سازمان نازمان پشت سرش نبود و او را تا امروز هم کسی ثابت کده نتانسته که این سازمان موهوم که اینا ادعا میکدن در کجا بود، چی تشکیلات داشت.
و وقتی که بعد از ما این سازمان متلاشی شد و درگیر شد و گرفتار چندین انشاب شد و حتی بوروی سیاسی شد گیر کردن. این چه رقم سازمان بود که به این صورت بسیار مسخره تمام نیروهایش در دست دولت افتاد. ما را هم که زندانی کردن به دلیلی که ما در سال 1348 از زندان یک چیزی نوشته کرده بودم زیر عنوان ضرورت یک اخبار مخفی برای توحید نیروهای انقلابی. او را من در سال 48 نوشته کرده بودم و او را در جمله اسناد سازمان یا اونم کام خاد دوران ببرک ای را به دست آورده بود و جز امو اسناد ساخته بودن که برای توقیف کردن. و من برایشان گفتم که من برایتان میگم که بعد از سال 51 که دی سیاست مقاطع کردیم دیگه هیچ سیاست مدار ندیدیم. و شما تاریخ رو ببینیم، ما عادت دارم هر چیزی که نوشته میکنم تاریخش رو میزم، حتی تا امروز در فیسبوک خود یکان چیز که نوشته میکنم تاریخ رو میزم و خاطر اونمو عادت است که امو تاریخ بیگناهی مرا پیش دولت ثابت میکرد که از سال 48 از وقت شما نبوده که ما ایره نوشته کردیم. او دولت را که شما بزد شو وقت نوشته کرده بودیم، او دولت هم از بین رفته بود دیگه، عملا دو دولت در بین رفته بود، او وقت ظاهر شاه بود و ایا در سال 57 بود. این حالی از سال 48 تا سال 57 نو سال تفاوت بود و نوشته 9 سال پیش مرا کشیده بودن که این نوشته از دوست، ولی خطا هم از باز لیکن تاریخش ببینید دیگه اونی رقم است. یعنی انجینیر سید عثمان خان به وجود آورنده اینمی اندیشه یا تحلیلی که در شوره جاوید عرضه شده انجینیر سید عثمان است. این حالی گپ دمی جسته که اگر سازمان می بود، سازمان از خود برنامه و اساسنامه داشت و بنابراین این تحلیل انجینیر سه به اوجه چاپ نمی کدن دیگه، مگر ای که 100% تحلیل و سازمان مترقی هم امی باشه که او نبوده. از اون خاطر یک مشکل است که چون ما از سیاست جدا شدیم و سیاست علاقه نگرفتیم، بنابراین این موضوع برای ما مطرح نبود که اگر سازمان وجود داشت اون سازمان باید یک تحلیل خود در اون اخبار نشر میکرد. اون تحلیل خود در مشوره جاوید افتیده به قلم انجینیر عثمان است که اون عضو سازمان نبوده و از سازمان خبر نداشت. مقاله زیاد استاد در جریده شوره جاوید تا به زبان پشتو هم فکر میکنم استاد نوشته میکردن. نه، پشتو من نوشته میکردم. این رقم من براتون یک اشاره کردم که شوره جاوید دو آیت تحریر داشت، یکیش ظاهریش بود یکی مخفی بود. من براتون آیت مدیری مخفیش افشا نمیکنم، کار چیز است، لیکن بعضی مقاله که به نام آیت تحریر علنی نشر شده از خودشان نیست. مثلا عصر زوال امپریالیزم نوشته دکتر هادی محمودی نبود. از کی بود میتونم پرسم کنم؟ از اکرم یاری بود. و یا یک مقاله دیگه که به نام انجینیر عثمان چاپ شده بود نوشته من بود. نه، و فارسی. و شعرهایش خود شعر خود نمیتونست که به نام دیگه کس شود. اما به هر صورت بعضی از مقاله از کسایی که به نامشان برآمده نبوده، از دیگه کسا بوده، لیکن به نام اونا
خب اتما مقاله خود استادم خب رو در مجموع شما میتونین بگوین در مرکت استاد برلاوی که نوشتاش در شولی جاوید نشر میشه در جای دیگر نشر شده و به چی تعداد مقالات وجود داره باقی مانده است؟ یک کتاب راجع به اقتصاد سیاسی انجینیر سب ترجمه کرده بود از منابع روسی که بوده می القا دست به دست می گشت اقتصاد سیاسی را از می مبادیش درس می داد. او کاریست که در زندان ترجمه کرده بود و به دسترس گذاشته بود. و یک چیزی که گم شده و ای همیشه افسوسش می کنه. من از زندان برای ای نامه ها نوشته میکدم، کوشش میکدم که همی عقیده را به همو زبانی که ای بفامه. برش تشریح میکدم که ما چرا در زندان شیشتیم. او زیر عنوان نامه ها دست به دست میگشت. تا همی سالهای اخیرم. منتها من برای نوشته میکدم در سرش کبرای من. و اونم کبرای من پس کده بودن و ایره یک اثر تبلیغاتی ساخته بودن زیر عنوان نامه های از زندان. اون کار ما بود، نوشته ما بود، لیکن فعلا ما سرو کدام ادعایی ندارم. یک همی یکان افسوسش میکنه که ولی همون نامه ها اگه می بود. یا دوباره در فاکلته که شامل شدن بازی از فاکلته فارغ شد و اسیستانت که دکتر غفار کاکل موند. باز دامی جرایان شای ایران میخواست که از پوانتون کابل و از جمله از فاکلته ساینس ببینه. باز کسی حاضر نمیشد که در حضور شای ایران صنف درس بده و شای ایران مشاهده کنه. ای اسیستانت بود، برش گفته بودن که تو درس میدی؟ گفته بود بله. باز که درس داده بود شای ایران و سا خوشش آمده بود و گفته بود که شما ایره برای تحصیل بیشتر خارج روان کنین، اگر در قسمت پول تحصیلیش کدام مشکل دارین ما کمک میکنم. باز یک سال بعد از امی پوانتون کابل برای بورس دادن که این ماستری خود در یکی از پوانتونای دولتی امریکا بگیره. بازی ایالت اوکلاهامای امریکا را ترجیح داد و رفت و ماستری خود از اوجه گرفت، لیکن میخواست که تحصیل خود دوام بده. بنابراین چندین کورس دیگه بالاتر از ماستری هم گرفت، لیکن دولت افغانستان از این تقاضا کردن که پس بیاید و مخارج تحصیلیش قطع کردن و این مجبور شد که از امریکا پس بیاید و آمد به فاکلته ساینس به عنوان استاد و به رتبه پوهنیار شامل فاکلته شد و درس میداد. باز اون دیگاهش دیگانه سیاسی است که مظاهرات بر ضد استادای جرمن شروع شد و بالاخره ای در زندانی شد دو سال و از زندان که بر آمد دیگه در فاکلته ساینس نرفت، اردوی ماره. مرام تقاعد دادن در حالی که 32 ساله بودم و او رام تقاعد دادن در حالی که 36 ساله بود. استاد شما استادای جرمن گفتین، گاهی نشنیدم در رابطه با استاد که یک شاگرد افغان رفته بوده در آلمان برشته ریاضی درس میخوانده از افغانستان. باز وقتی که استاد پرسان کرده که تو از کجا هستی، گفته از افغانستان، گفته تو ایجا چی میکنی که آمدی درس میخوانی؟ شما عثمان دارین، شما چرا درس میخوانی که آمدی پیش؟ یعنی استاد عثمان به اندازه کافی در اونجا هم مطرح بودن میشناختن. خود در ریاضی یک استعداد بسیار عجیب داشت، اما این مسئله ایک مهم نیست. بعضی ها در یک رشته استعداد دارن لیکن قدرت افاده ندارن.
اینجنیر سه به خواه مغفرت کنه قدرت افادی بسیار قوی داشت و زود برای شاگرد در صفحه مانده میتونست یکی و دیگه من خودم مثلا ریاضی را هیچ خوش نداشتم و در مکتب که بودم بعضی شعرها هم برای معلم الجبر و ریاضی خود گفته بودم که من ریاضی خوش ندارم به خیالم یکیشی بود که ز جور اکس تو گردید خسته تن ما را نمود وای تو بیچاره در مهن ما را دیگه این تو گپا لکن ای ما در صنف 11 بودم که اینا را از فاکلته جواب داده بودم در مزار آمد ای برای یک بچه خاله ما که بچه کاکای یا میشالی در کاناداست و دو سه نفر رفیقای دیگهش ریاضی درس میداد و ما هم اموجه میششتم و گوش میگرفتم و ما از درس دادن ریاضی ایتو استنباط کردم که اگه آدم ریاضی نفهمه فلسفه هم خونده نمیتونه دیگه رشته های علمی رو هم نمیتونه و ریاضی اساس است بنابراین ما هم به ریاضی یک ذره علاقه گرفتم و یک کم کم ریاضی یاد گرفتم گفتم که امو استادی که در شاگرد عشق بر یاد گرفتن خلق کده نتونه مانایشیست که خودش مضمون خود خوب نیافت نفهمیده اینالی انجینیر سی عثمان اینمی خصلت داشت که در اشخاص در شاگردهای خود عشق نسبت به مضمون خود ایجاد کده میدانست ریاضی را ایتو براتون جالب و دلچسب می ساخت که شما فکر میکردین که این ریاضی را اگه ما یاد نگیرم نصف عمر ما برباد رفته از او خاطر مثلا مولانا داستان نحوی و کشتیبان که دارنه اون یکی نحوی و کشتی در نشست رو به کشتیبان نبود آن خودپرست گفت ایچ از نو خوندی گفت لا گفت نیمه عمر تو گشتت باز اوجه مولانا میگه که نحوی و مردکی کشتیوانه میگه که نو خوندی میگه نیمه نیمه عمر تباه شد ایچ چیز یاد نگرفت کشتیوانه بیچاره بسیار مایوس میشه لیکن در همی وقت کشتی دوچار یک طوفان بحری میشه تا و بارا خورده را ایست دکتی بر مجادله داره و یک کشتیبان سر نحوی صدا میکنه هیچ میدانی شنا کردن بگو گفت نی از من تو سباهی مجو گفت کل عمرت های نحوی تباست زان که کشتی غرق این گرداب خواست وسوج مولانا نتیجه میگیره که علم بسیار خوب چیز است ما باید یاد بگیریم لیکن علم برای ما نحو محو باید یاد بده یعنی در یک عشق این عشق هر چیزی که می باشه نسبت به شما عشق به انسانیت عشق به حقیقت عشق به زندگی عشق به زیبایی کلی یا انواع مختلف عشق است اینمی عشق اساس آموزش است که اگر در یادگیری عشق نبود باز علم یک چیز خشک و یک چیز جامد میشه که آموزش شما مشکل میشه انجینیر سی عثمان خان به اون ریاضی خود بسیار عشق داشت باز پسان بسیار شیفته مولانا بود لیکن بارها برای ما میگفت که شعر بیدل برای ما مشکل است باز ما برش میگفتیم که انجینیر صاحب شعر بیدل یک کلی دارم کلیشه که ما برای دادم باز میشه میفهمی که چی بگم بسیار زیاد تشکر از صحبت شما از وقت بسیار خواهش میکنم خوش آمدید خوب شد که آمدید خودتا دید